در اولین روزی تابستانیم سال و روزی جهانی کودکان شما را سودی مرکزی رادیو زودی امروهی میکنیم. شالو گل خوجا هستم. سلام. نخست سرخطی موضوع برنامه خبری یکم ایون. مفتی تاجیکستان موژزنی و محاربه بدون قایده را حرام خواند. سید مکرم عبدالقادرزاده میگوید جوانان باید به گوشتین مشغول شوند. باغوچراگاه مهمتر از حیات یک خانواده. بحث زمین و حکم دادگاه مادر دو کودک را در نویه وخش به خوردن سیرکو وادار کرد. ای سوخته دل ما آمدم خوردم و نبیبینم نبسودم ایلوش نداشتم ره نداشتم دیگه کچه رفتن من نمیدانم. تشویق رحمدلی و یا سوء استفاده از کودک. لولیان در تاجیکستان تا هنوز فرزندانشان را برای گرفتن درآمد بیشتر استفاده میبرند. کودک همین بینیم سال قبل رحمت آمد به بجای نیم تمام بیاره یک تمام بیاره هم خاطر همون کودک گفتار. و شروع میکنیم از اون که دیروز در پای زنوزنی و سنگاندوزی میانی گروه ساکنان جماعتی ورخ تاجیکستان و اقصای قرغیزستان چند نفر از تاجیکان جراحت برداشتند. جنجال برای استفاده از راه بین یک محله سر زده است. شاهدان میگویند زنوزنی بعد اون شروع شد که قرغیزها با تراکتور در منطقه بحثی کارو شروع کردند. مقامات نویه اسفرا گفتند امروز مکان مناقشه آروم است. معمولا چنین بحث و زنوزنی بین ساکنان دو طرف بهار و تابستان برای های زمین ها و منابع آبی نزد مرزی که جانب ها از آن مشترکان استفاده میبرند به وقوع میپیوندد. رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان محاربه بدون قایده و مشتزنی را حرام خواند. سید مکرم عبدالقادرزاده یکم ایون از منبر مسجد مرکزی شهر دوشنبه این نوی ورزش را به سلامتی زیان‌آور عنوان کرد. مفتی توجیک از جمله گفت همه بازی هایی که در عوض مبلغ باشند ریبا و حرام است. اظهارات مفتی توجیکستان در حال است که سال گذشته کمیته کار با جوانان و ورزش توجیکستان در برای قطع نمودن برخی از نوهای ورزش فرمان صادر کرده بود. بر اساس آن در مؤسسه های ورزشی این کمیته تشکیل کردن گروه ها آید به 9 نمود ورزش از جمله بوکس کسبی و زورآزمایی های آمیخته قطع کرده شد. رو میاریم به موضوع دیگر. امروز در دوشنبه نشست شورای رهبران حکومت های کشورهای عضوی اتحادیه دولت های مستقل به پایان رسید. هیئت های اشتراکدار جلسه 14 سند همکاری را امضا کردند. امومعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در این نشست سخنرانی داشت و از سران حکومت ها خواستار تنظیم روند های مهاجرت و تقویت همکاری ها در مبارزه با تروریسم شد. مسئله مهاجرت روز گذشته نیز ضمن ملاقات دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه با مقامات تاجیکستان مطرح کردید. نخست وزیر روسیه شب 30 می با هدف شرکت در نشست سران حکومت های عضوی کشورهای همسود به دوشنبه آمد. تفصیلات را می توانید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر کلوب دو نوزیر راه را برای رشوه ستانی از سیاحان خارجی از کار راندند. پول ستانی این دو نفر در یک نوار ویدیویی ثبت شده و در شبکه های اجتماعی راه یافت. مؤلف این نوار میهای سیکای 34 ساله از رومینیا می باشد که ماه ایول سال 2017 با یک دوستش به پامیر و دوشنبه آمد. به قول سیاحی رومینی آنها از روسیه و مغولستان، قزاقستان و قرغیزستان هم گذشتند و فقط در تاجیکستان با چنین برخورد روبرو شدند. اجنسی ضد فساد منطقه کلوب تفتیش شد و بازپرسی نوزیران راه را در این زمینه شروع کرده است. چند روزی پیش یک ساکنی نویه وخش با خوردن سیرکو تلاش خودکشی کرد. اعتراض این زن از حکم دادگاه بود که بعد آن با دو فرزندش در کوچه ماند. هرچند با کوشش پزشکان زیور بی محمد علی و از مرگ رهید ولی مشکلات به خانگیش حل نشد. جزئیات از کیو مرسیتا. این زن برای خانهش که چند روز پیش همسایش ویران کرد ماتم گرفته است. در اینجا که خانه میراثی پدرش بود با دو کودکش زندگی میکرد.
خدارش مرس تو درخته گه ها ما مردم ما پختن من زندگی بیوه شدم گفت هم زندگی کنم. دهه کلتشور در 40 کیلومتری شهر باختر مرکز ولایت ختلان جایگیر است. سال 1956 بنیاد شده است و زیاده از 100 خواجگی دارد. سال 2017 هم مقامات از ساکنان کلتشور خواستند که برای منزل و زمینهایشان سندی رسمی گیرند، ولی تا حال به بسیاری از آنها اجرای این طلب میسر نشده است. هر هم کشلاغا هم کلتشور نمیش گذاشته اگه حجت کرده استن. لیکن اول 80-90% نبود. محمد علی قربان مراد در این گوشه دهه سال 1988 خانه ساخت. زمینی ناآباد را آباد کرد و تا دم مرگش در سال 2015 منتظم انداز زمین را می سپرد. از زیورنیسا محمد علی 28 ساله که بعد جدایی از شوهر در این خانه می زیست، همسایه دیوار به دیوارش طلب کرد که زمین او را ترک کند. معلوم شد که خانه زیورنیسا همچون خواجگی دهقانی اوزار به نام همسایش ثبت شده است. از اینجا دعوای دادگاهی 3 سال از سر شد. سر من سیاست کردم. زمان من تای دندو کردم. کجای رفته مراجعت کردم. دستگیریم نکردم. زیورنیسا را از شفاخانه بعد از سیرکا خوردنش آوردند. وقتی در شهری باختر بود که گفتن خانهش را به خاک یکسان کردند. اول لقو پروش را بروردن. بعد نه دو دری را زدن. بعد یادم پس بعد خانه را با کوال چپا کردن و سوزاندن. از این پیش دادگاهی وخش خانه زیورنیسا را غیر قانونی نامیده، بحث را به فایده اوراس تاجیکوف مؤسس خواجگی دهقانی اوراس حل کرد. من از ما آخران بار تعیناتی سودی ولایت گرفتیم، رئیس سودی ولایت باید همین خانه استقامتی باید چپه نشود. تا اجرایشی همون دا وید سودی ولایت. تعیینات رئیس دادگاه ولایت ختلان از 24 می به دادگاه وخش رسیده است و آن را همان روز گرفتند. بعد از آنکه زیورنیسا از باختر آمد و جای خانهش توده خاک را دید، طاقت نکرد. خواست خود را بکشد. طبیبان نجاتش دادند. ای سوخته دل ما آمدم خوردم و نبیبیدم نبسوزم گفتم. علاج نداشتم، راه نداشتم، دیگه کجا رفتن من نمیدانم. همش با سرش فشار آورده، رئیس جماعت هم فشار آورده که یک اونجا شکایت نمیکنه، ما ترای اخیر میکنیم، رئیس سوش هم فشار آورده، اونجا همش مجبور شده خشه بخشید، مجبور شده گه، به حالت این حالت اومده رسندگی. عین زمان رئیس جماعت میگوید این زمین چراگاه هست و استفاده غیر هدفمندانه آن ممنوع است. زمین چراگاه قرار جمهوری ما از مقامات و صاحب ملکان نو دو چیز شنیدیم. یکی میگوید این زمین برای چراگاه جدا شده است، دیگری میگوید باغ بنیاد میکنند. قانون چی است؟ ما همرا گپ زده هستیم. ای خانم گلیش نگپ زده نیستیم. زیورنیسا که حالا اشیا و جهاز شکسته و کودکان حیرانش در کوچه مانده است، میگوید به قانون و عدالت دیگر باور ندارد. این دنیا دا فره میکنه، او دنیا دا چخیل فره میکنه. برنامه خبری رو ادامه میدیم. امروز در تاجیکستان از روز کودکان تجلیل نمودند. مقامات تاجیکستان در سالهای اخیر از بهبود یافتن وضع حقوق و زندگی اطفال خبر میدهند. اما سازمانهای اجتماعی و جامعه مدنی هنوز هم از موارد خشونت و زورآوری نسبت کودکان، استفاده از نیروی کاری آنها و همچنین کمبود غذای اطفال تاجیک نگرانی میکنند. همین گونه تا به حال کودکان لوله هم در تاجیکستان قربان رسم و آیین‌های قومی خود باقی میمانند. این کودکان لولی همراه با مادر از کار برمیکردند. کار یعنی تلباندگی. آنها در دهه شاداب ناحیه ورزوب زندگی میکنند. کودکان لولی تبار این دهه از خردسالی در تامین خانواده سهم دارند. او هم چلوشون همه برو میبرند. در چل بوشا میگرم میبرند. ما باو بگم همه کسما کدگی ما نکنیم نمیشه. ما نبریم نمیشه. اشکه و میسو اروی خلق سر. ما همه کار نکنیم خوابمونه میبرند. کودکان لولی همراه با مادر هم باشند، مستقل طلبندگی میکنند. اینا در خون شما میره کودک میبینه مثال گاب رحمت اومه به با جای نیم تنم بیوره یک تنم نمیبیوره. هم خاطر هم کودک گفته. برای هم خاطر برای آواز زنکو میگیرم میبرم. آموزش دریافت ریسک با اطفال لولی در زندگی بعدی آنها نقش میگذارد و راه مین بعداشون رو
مشخص میکند. است او چاشینه یا برد و بر میبره او مخته میشه. دیگه نمی فورا کار کنه یا نمی فورا که یا مکتب را هم دونه اوچاش اوورا میگرده. فرهاد شربتوی 18 ساله میگوید از 6 سالگی همراه با پدر در روسیه بود. فهمیده بود که باید کار کند، پول بیاورد تا روزگار را پیش برد. اوجا در قطعه اتاق کم کم یاردم میدادم. برخی کودکان بزرگتر از 10 ساله شاداب که از طلبندگی دلگیر شده اند با خواهش و پافشاری خود از این کسبی به قول خودشان بابایی دست کشیدند. من اینجا نمیرم تو مکتب میخونم. بچه بود پدر مادر؟ خیلی محلشوف نرم. تعدادی خیلی کمی کودکان دهه شاداب مکتب میروند. آنها نیز مکتب را پورا ختم نمیکنند و دو شغل برایشون باقی میموند. یا طلبندگی یا بازی و سرگردانی در کوچه. که فیلم سادب جای استادیون ندارن. این پس جوکه میرن میزنن گودکوها سر میکنن. این هم جمعه با قدی کوچه سر بازی میکنن. این خونه یا همسایه میره همسایه میگه توپا میدارون و میگه که کوچه دا بازی نکنه. کمیته تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در توصیه های پیوسته خود از تاجیکستان میخواهند که به وضع اطفال لولی رسیدگی کنند. در حالی که مقامات تاجیکستان تبعیض نژادی کودکان لولی در کشور را رد میکنند و بر اینند که آنها بیشتر قربان رسم و آیین های قومی خود میشوند. در شمال تاجیکستان هم اکنون دوستداران شناوری امکان پیدا کردند که در مکان بخطر آبازی نمایند جا برای شناوری را در روبروی حکومت ولایتی به استفاده دادند. گزارش نوبتی در همین باره است. در روز اول تابستان در شهر خوجند در ساحلی دریای سیر یگانه جای آبازی و آب و تابی بدن افتتاح یافت. جای شستشوی همش ما موافق معیار این رایگان برای همین خلق عزیز ما خصوصا شهروندان شهر خوجند مهمان خدمت. این اولین جای آبازی است با ستادی نجات دهندگان. بسیار جای های رود سیر که چشمه های سرد دارد برای شناوری خطرناک دانسته می شود. نجات دهندگان ما ستادی حالت های فوق‌العاده سوخت میگوید کارمندان این نهاد سال گذشته 2017 74 نفر را از غرق شوی در رود و حوض های منطقه نجات دادند، ولی 15 کس عمدتاً جوانانی که شناوری کردن نمی توانستند غرق گردیده به هلاکت رسیدند. در اینجا چنانی که می بینیم یک جای بی خواب انتخاب کرده شده است، خونه آورده شده است، خونه های مخصوص با چکوریش اهمیت داده شده است. چکل کن رک اینجا رگی مهین برای آبتابی بدن و میدانچه ها برای بازی های گوناگون دارد. روز یکم ایون کودکان زیاده در آنجا بازی میکردند. و چون امسال هوا پست آمد، بسیار کودکان برای بار اول شناوری میکردند. بچه ها بیاد همیجا خواتری میشود آدم. جد جای آباد نبود. حاضر با من گروز خیلی که من همه دیده ایساد. بسیار آبادی، بسیار از این خورسم. موسم شناوری در شمال تاجیکستان معمولا آخر ماه می اول ایون آغاز می یابد و تا تیر ماه و سرد شدن آب و هوا ادامه می کند. سالهای قبلی به سبب نبودن جای مخصوصی به خطر در روزهای گرما نیز در ساحل رود سیر کم کسان به نظر می رسیدند. ما حضور مسئولیت کردگی حالت فوق العاده من رئیس شهر متخصص کردی باز یک دو جای شهر به خیلی جای آبازی موافقه میکنیم تشکیل میکنیم که امروز این جار بی پول رایگان رایگان تمام شرایط های ما میکنیم خدا خد با نیت داریم که با واهای سنی هم تشکیل کنیم حوزه سنی برای کودکان. با همین مطلب برنامه خبری رو در هفته روان خلاصه میکنیم. این هفته تاجیکستان و جهان تعاملاتی زیاد و مهم داشت و همرو منتظر میشویم که هفته آینده با کدام خبرها ما رو در حیرت میگذارد. همه شما رو روز دوشنبه منتظریم، اما تا اون وقت از وبسایت ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب استفاده برید تا برنامه روز دوشنبه خدا نگهداری هر یکی شما باشه.